سلام به همه شما خفنهای دنیای وارکرافت امروز توی این ویدیو در مورد فیز 3 سی سیزن آف دیسکاوری میخواییم صحبت کنیم و مخصوصا در مورد ایونت نایتمر که به احتمال خیلی زیاد تالا به گوشتون خورده ایونت جدیدی توی سیزن آف دیسکاوری اومده که خیلی عجیب قریب داره اکسپی میده و گولد هم میداد که حالا بلیزارد نرفش کرد من در مورد این ایونت در سریع زمان ممکنه دیروز ساعت 3-4 ظهر یا غروب میشه گفت که ویدیو گذاشتم و گفتم که آقا همچین ایونتیه اگه میخواید لول اپ کنید و گلد به دست بیارید حتما برید این رو بزنید ولی خب متاسفانه 3 4 ساعت بعد از منتشر شدن اون ویدیو بلیزارد گلد فارم اون ایونت رو نرفش کرد و برای همین من مورد عنایت قرار گرفتم حالا کامنت منفی زیر اون ویدیو زیاد بود و خیلی از چشم من دیدن که آقا مثلا تقصیر منه که ایونت نرف شده نه عزیزان دل من ماچ به کلتون بره دوستتون دارم عزیزای من تقصیر من نیست که اون ایونت نرف شده گلد عجیب غریب زیادی داشت میداد و بلیزارد نرفش کرد دیگه اونقدر گلد نمیداد ساعتی 100 تا دونه گلد میداد که ساعتی 200 هزار تومن میشد خیلی خوب بود توی روز شما میتونستید یک میلیون تومن به دست بیاری همراه با لول اپ بلیزارد نرفش کرد باید وی با اینکه گلد فارمش نرف شده هنوز لول سر جاشه و شما میتونید توی, توی یوتیوب خیلی رو ببینید که تو 5 ساعت توی اون ایونت لول 50 شدن یعنی 40 تا 50 رو تو پنج ساعت رفتن چل تا پنجا که بعد چار پنج روز تا یه هفته طول بکشه یه نصف روز طول میکشه پنج ساعت البته نیاز داره که شما چار پنج نفر باشید که بتونید تو پنج ساعت این پنج ده تا لیول رو برید که خیلی سخت نیست اگه گروه نداری توی چت ورد و الف جی گروهاشو به شدت خیلی زیادی مخصوصا الان که اول بازی دارم میسازن میتونی جوین گروهاش بشی بری بزنی خیلی هم ایونتش سخت نیست کافی بری تو لوکیشن کوستا رو بگیری دامن کوستا رو بزنی و کوستا ریپیتیبل تونتون کوستا رو بگیری و بزنی راستش میخواستم امروز ظهر در مورد اینکه چجوری این ایونت رو بزنیم صفر تا 100 آموزش کامل بذارم ولی از اولی از اونجایی که ویدیوی دیروز خورده هیت گرفت که نمیدونم چرا با اینکه اصلا هیچ ربطی به من نداره نرف شده حالا گلفارمش دیگه دل و دماغش رو نداشتم که خدا وکیلی ویدیوشو بذارم ویدیو آموزشیشو. امروز هم این ویدیو رو نمیخواستم ریکورد کنم چون خیلی خیلی از نظر عصبی فشار بود ولی به هر حال گفتیم مسئله خیلی مهمی که در موردش صحبت کنیم یه آموزش خیلی کوچیک اگه بخوایم بدیم اگه لولتون بین 25 تا 40 بعد توی مپ داسک‌وود توی اون لوکیشن کوست بزنید اگه لولتون بین 40 تا 50 بعد برید تو مپ اشمول و توی اون لوکیشن حالا این ایونت رو بزنید و لولتون هم که 50 میشه میتونید برید توی مپ هینترلند و اونجا این ایونت رو بزنید ایونت به شدت ایونت عجیب غریبیه و به شدت ایکس بی خیلی زیادی میده حالا بحثی که هست اینه که آیا این ایونت چیز خوبیه نکته مثبتی واسه بازی یا نکته منفیه واسه بازی بچه به نظر من هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه چرا؟ چون اینکه خب لیولاب خیلی سریع ملت میان سریع لیولاب میکنن تو لیولاب نمیمونن بازی رو دو هایپ میکنه خیلی که حوصله لول ندارن شاید به خاطر این ایونت و به خاطر این باف بی برگردن و بازی کنن و احتمال داره که پلیر های بازی بره بالا یه اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که رید جدیدی که اومده رید سخته اگه شما برید ویدیوهایی که ازش هست و حالا آموزشهایی که ازش هست یا حالا تحلیلایی که ازش هست تو یوتیوب رو ببینید خیلی در مورد سخت بودن این رید نسبت به تو رید قبلی صحبت کردن و اگه اینا رو بغل دست هم بذاریم میبینیم که خب آقا لول ساده شده کانتنت اند گیم یا که همون رید باشه سخت شده خب یه جورایی حس و حال نسخه مدرن و نسخه ریتیل به آدم میده که لول آسونه ولی رید سخته و این میتونه یه ای جورایی بازی رو از حالت کلاسیک خارج کنه که میگم هم خوبه هم بد خوبیش اینه که در حال حاضر میتونه پلیر خیلی زیاد جذب کنه بدیش اینه که خیلی زود میتونه دد چون پلیر ها خیلی سری لول اپ میشن و دیگه کاری واسه انجام دادن ندارن ریدش هم اگه خیلی سخت باشه کلا بی خیال از دادن رید میشن لول اپ میکنن و بی بازی میشن و این میتونه باعث شه که بازی زود دد شه خب البته این نظر منه شاید درست باشه یا غلط باشه و یک چیزی که بیشتر از همه من میترسم اونم بات ها بچا بات ها هم که میدونید تو سیزن آف خیلی زیادن و بازی رو داغون کردن و این ایونت جدید خیلی ایونت سختی نیست که بگیم بات نمیتونه انجام بده صرفا چند تا کوسته که بات خیلی راحت میتونه این کوستا رو انجام بده اگه بات ها بریزن توی این ایونت و شروع کنن کوست زدن و لول کردن به زودی بازی داغون میشه من از این میترسم که این ایونت بات ها بریزن توش و بازی رو بتره کنن. احتمالش هم خیلی زیاده که همین فردا و پس فردا یهو بیلیزارد این ایونت رو نرف کنه و دیگه مثل قبل این ایونت بهتون ایکس نده اگه بلیزارد این ایونت رو نرف کرد بازم تقصیر من نیست ماچ به کلتون بره من هیچ کنترلی رو بلیزارد ندارم اینکه من در مورد این ایونت ویدیو گذاشتم و بعدش نرف شد تقصیر من نیست پس خواهشان منو هیت نکنید باید وی تا وقتی که نرف نشده و اکسپی خوبی میده برید توی این ایونت لول کنید من دیروزم ویدیو گذاشتم و بهتون گفتم که حتما از این ایونت استفاده کنید حالا اینکه چرا فوش خوردیم زیر ویدیو دیروز واقعا نمیدونم و اصلا من درک نمی کنم که دلیل اون هیت و اون حالا فوش و بی‌احترامی چی بود به نظر شما چطوره بچه به نظر شما این که الان لیول ساده شده ولی کانتنت اند که رید باشه سخت شده چه تأثیری روی بازی میذاره به نظرتون با تا میتونن این ایونت جدید رو بزنن به نظرتون قیمت گلد و ارزش متریال با این تغییرات جدید میره بالا یا میاد پایین به نظر من در حال حاضر خیلی خوبه روزهای اول هفته اول خیلی خوبه ولی این تغییرات جدید باعث میشه که بازی به زودی دد و احتمالش هم خیلی زیاده که یه نرف سنگین بخوره این ایونت جدید پس تا نرف نشده از این ایونت جدید استفاده کنید خیلی هم سخت نیست بچه اگه بلد نیستید نترسید برید تو اون لوکیشن که بهتون نشون دادم کوست ها رو بگیرید شروع کنید زدن متوجه میشید که چقدر ایزی کلان چهار تا کوست که هیبت پویسر هم بزنید گروه به مدت خیلی زیادی ساخته میشه دمتون گرم که این ویدیو رو تا انتها با من همراه بودید حتما نظرتون رو در مورد تغییرات جدید سیزن آف دیسکووری همین پایین تو بخش کامنت ها بنویسید دوستتون دارم زیاد ماچ به کله همتون و خدا نگهدار سلام محمد واجی با... گیم تایم هم داره تموم میشه دو روز بیشتر نمونده به نظر چه گویی بخوری به نظرم چهارده رو سابسکرایب کنی به نفته وقتش چهارده سابسکرایب